بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در منطقه سید زینب در حومه شهر دمشق پایتخت کشور سوریه به توزیع بسته های معیشتی رمضانی در میان خانواده های نیازمند و طلاب علوم دینی اقدام خواهد ورزید. این اقدام در چارچوب فعالیت های نیکوکارانی این دفتر و به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان 1445 انجام می شود و ده ها خانواده نیازمند و طلاب حوزوی ساکن در منطقه سید زینب سلام الله علیها از آن بهره‌مند خواهند شد. خبرگزاری ایرانی اسنا از درخواست مغولستان برای پیوستن به میراث جهانی نوروز در یونسکو خبر داده است. نوروز تاکنون به نام کشورهای افغانستان، ایران، تاجیکستان، پاکستان، هند، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه و عراق در یونسکو ثبت شده است. ایسنا گفته که احتمالاً درخواست مغولستان امسال در اجلاس کمیته پاسداری از میراث ناملموس یونسکو در پاراگوئه بررسی می شود. گفتنی است در پی سقوط حکومت پیشین افغانستان به دست طالبان، این گروه جشن نوروز را در افغانستان ممنوع اعلام کرد. حداقل 16 تن در اثر برخورد یک خودرو با یک مین در صحرای شمال سوریه کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه روز شنبه 26 اسفند گفته که این حادثه در استان رقه رخ داده که در آن گروه تندروی سنی داعش فعالنده. در این رویداد 16 فرد غیر نظامی از جمله 19 زن کشته و تعداد دیگری نیز زخمی شدند. گروه نظارت حقوق بشر سوریه همچنین گفته که این افراد برای جمع‌آوری یک نوع قارچ دارویی به این صحرا رفته بودند. همه ساله از ماه فوریه تا آوریل صدها سوری برای جمع‌آوری این قارچ گرانبها جانهایشان را به خطر می‌اندازند. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که هوای سرد زمستان امسال باعث شده که شمار زیادی از آوارگان و عودت کنندگان در بسیاری از مناطق افغانستان با مشکلات جدی مواجه شوند. به گفته مسئولان این نهاد، درجه حرارت هوا در برخی مناطق افغانستان به منفی 25 درجه سانتیگراد کاهش یافته است. این نهاد افزوده بسیاری از مهاجران تازه وارد برای اولین بار به افغانستان بازگشتند و حتی برای گرم نگه داشتن خود با مشکلات شدید مواجه هستند. این در حالی است که در بیشتر مناطق افغانستان زمستان امسال با بارش شدید برف و باران‌های شدید همراه بود و در برخی استان‌ها طوفان‌ها و سیلاب مرگبار نیز رخ داده است. نیروهای اطلاعاتی تیپ 9 فرماندهی ستاد عملیات هشت شعبی در کرکو و شرق دجله یک عملیات بازرسی امنیتی در شرق صلاح الدین انجام دادند. واحد رسانه‌ای هشت شعبی اعلام کرد که این عملیات شامل مناطق و جزایر واقع در ساحل رود دجله حوزه استفاضی این ستاد عملیاتی است. در این بیانیه آمده که هدف از این عملیات جلوگیری از ورود تروریست‌ها با تخلف امنیتی در حوزه استفاضی ستاد عملیات است و تلاش‌های امنیتی برای اطمینان از حفظ ثبات و امنیت ادامه دارد. نیروهای امنیتی عراق برای اطمینان از عدم ظهور مجدد داعش و عناصر فراری آن به جستجو، پاکسازی و تعقیب بقایای داعش در سراسر کشور ادامه می‌دهند. ارتش سومالی روز شنبه از هلاکت شماری از فرماندهان و عناصر گروه تروریستی الشباب در مرکز این کشور خبر داد. خبرگزاری رسمی سومالی اعلام کرد که این عملیات نظامی با هماهنگی گروه‌های مردمی در منطقه‌ای در اطراف شهر هررتایری در استان جلمدج به انجام رسیده است. بر اساس گزارش‌های رسیده، این عملیات به هلاکت مسئول نظامی گروه تروریستی الشباب در استان‌های مدج و جلجود یک فرمانده بیگانه و 5 عضو این گروه تروریستی انجامیده است.